دوستای عزیز، کوچی فقط تازه رنگ خورده تغییر داده. سلام و درود به تمام شما. امیدوارم در هر کجایی که هستید جور و صحتمند همونطور با لبی خندان بوده باشید. بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگم به یک دیگه از برنامه های آشپزخانه بامیان، که در این برنامه در جاهای دیدنی امرقم غذاهای مشهور اطرافی را برای شما دوستان ما پخته میکنم. و امروز هم یکی از غذاهای مشهور اطرافی که مشهور در کاچی است برای شما دوستان پخته میکنم. شما هم تا آخر برنامه مرا همراهی بکنید با یک امرقم کاچی وطنی. حالی موریم طرفی پخته کردن. عزیز، رقم که در اول برنامه گفتم امروز کاچی پخته میکنم و یالی هم آمدیم در آشپزخانه یک از هموطنهای خود که در اینجا دیگدو است و این طرف تندور است. ما امروز قصد دارم که کاچی رو در بله دیگدو در آشپزخانه وطنی پخته کنم و یالی هم موادهای لازمه رو میگم که چی است. خب در این بشقاب سمنگ است که ما سمنگ استفاده میکنیم، در این بوتلم روغن است و در اینجا هم آرد است، در این چای جوش آب است. و اینجا دیگدو است. آلی پیش از اینکه ما این را خمیر کنم و آماده کنم، ما باید اینجا چلمه است، از سوخت چلمه هم است، پوتم است، چوب هم است. چلمه میلوم از خاطری که خوب همونطور آتش ما خیلی نرم بسوزه و کاچی ما خیلی خوب پخته شه. باید ما اول چلمه را ریزه ریزه کنم، چلمه را در دیگدو بیچینم، بعد از او طرف خمیر کردن کاچی میم. یا ریزه ریزه است، مقصد ما یا رو بازم از منش قوه میکنم از خاطر که نازک شوه، دود نکنه در وقتی که منه دیگدو میلم، هم دود نکنه هم زود در بگیره. خب یالی دیگه همیایی که ریزه کردیم، من اینجی منه دیگدوی رو گفته مردم ها دیگه قلع کنم.
دیگم دیگی چوه است ایر باید بله دیگ دو بلمید خواه دوست عزیز دیگ دو بخی آماده است سخت مخت کلی چیز آماده یه مواد هم اینجی آماده است و ما دیستای خود رو در چلمه زدیم در پتا زدیم باید بریم دیست خود یک دفعه بوشیم بعد زوبیم در حساب خمیر برسیم خواه دوست عزیز یالی نوبتی خمیر کدر است و در این بشقاب که است سیمینک است من اینجا سیمینک بل امیالی در بلیزی شو میکنم بلی آرد سمنک انداختیم یالی هم او میندازم خمیرش بخی آماده شده و یالی ما بروم دیست خود بوشویم بعد از او بیم آتیش در بیدم خیالی را نوبت از این است که ما باید آتیش در بیدم در گرفته و یال ما از چوب هم بلیم از خاطری که چلمک است از چوب کدام شخ, شخ درگیر بگم چی بگم دیر در میگره باید ما چوب هم بلیم تا که خوب سوز بگیرم دوست عزیز آتیش همون تو فل در گرفته دیگم سرخ شده سرخ آمده یال نوبت روغن رسته که من روغن منه دیگ بیدازم روغن منه دیگ انداختیم روغن هم سرخ شد آماده است و یالی هم نوبت نمیزی که خمیر کاچی رو ما درست کردیم نوبت از یک منه دیگ بیندازیم Thank you.
دوستای عزیز، شما دیدین که من خمیر کاچی رو دم نه دیگ انداختم، یال نام خدان مرقم موجوشه، یعنی مرقم دیگه آتیش سوخته و این جوشیده و من باید شور بدم تا که این نسوزه. بازم دیگش دیگ چه هست نمسوزه، بازم شور باید بدم دیگه. دوستای عزیز، کاچی فقط تازه رنگ خورده تغییر داده، پخته نشده، نیم پخته است. امیدوارم که امروز خیلی خوب پخته شوه. و اینجا دوستای عزیز بسیار دود است، دود چلمه است، بسیار هم یک دود خفه کننده است. مر خود دم مرم اینجا رسنده. خو خیر یک روز است از ما و ها به حال از او کسایی که هر روز از چلمه استفاده میکنه، آتش میکنه و در دیگده و در تندور چلمه بسیار یک دودی بد داره. و ای دیگه از چلمه ما خاطره خوش ندارم که امروز بخیام چشمای بر کار کرده در او موسوزم گلون مرا گرفته. و یال دیگه چوبی دودی چوب و دودی پوچه باز خوب داره، اما ای چلمه خیلی بد بده. یال دیگه در حال جوش خوردن مقصد روغم پریش پریش میکنه که خدا کنه که من امروز خود خریجی نسوزم. دوستای عزیز، کاچی بخی آماده شده، یعنی میال یعنی آتیش هم دیگه بخیر در خلاص شده است. میالی بالا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیال اینجا آتیش کمک کمک موسوزه، قوقق چلمه است، باید اون مو رقم سوخته بره. دیگه من سر دیگه دو تا نم کنم، اگر تا کنم بازم یخ میشه، بان اون مو رقم خوب آتیش تا آتیش قوی میشه و دیگه سر دیگه دو بشه. و یالی هم دیگه نام خدا کاچی بخی آماده شده. و یک چیزی نگفتن هم ندسته عزیز، کاچی در اصل ما امروز بله دیگ دو پخته کده، بعضی کسا بله دیگ دو پخته میکنه و زیادتر از مردمایی که در اطراف هاست و خو تندور میکنه، هر سبا کل هر خانه یک تندور داره، قوغم قوغ چلمه دیگه باز میگره، همی رقم خمیر میکنه، سمنه گرد میکنه، در روی دگلی وامنه دگلی میکنه، من در روی دگلی یکمک روغو شو میکنه، از خاطری که امو خمیر در روی دگلی زیاد نچسبه، بازم او را که کمک روی دگلی رو روغو زد، باز منمی خمیر که کت خمیر کاچی رو میگره دمنه دگلی میندازه، باز دمنه تندور میندازه، در قد قوق میکنه. بازم تا اگر سبا تندور کنه تا کاچی تا چاشت خوب همونطور پختم شه آماده میشه، و اگر چاش تندور کنه تا بگاره پختم شه. و بله دیگ دو مردم بعضی ها که زیاد ضرور باشد در او در کار داشته باشد بله دیگ دو پختم کنه. و امروز هم ما دیگه اینجا تندور آماده نداشتیم، از او خاطر در بله دیگ دو پخته کردیم و خدا کنه که خوش شما دوست آمده باشه. و دیگه ای کاچی که هست بسیار غذای در اطراف البته غذای مشهور و مهم و همچنان بسیار خوشمزه هست که زیادتر کسایی که شوقانه پخته میکنه و مردم همیشه هم از این کاچی پخته نمیکنه، یگان دفعه شوقانه پخته میکنه. و بعضی کسا که یگان طرف بره خانه قومای خوب بره در جاهای دور، از مثلا از دهات در شار بیه، بازم دیگه اون رقم که در
دگلی یا در پیجی که پخته کده میره قدم زو برجهش گرد میره، مقصد دیسمیس نمیزنه و بسیار دیگه مو رقم خوشمزه و مزدار میه. مقصد ما خود ما یک دفعه که یور که دمنه تندور پخته کده از او خوردم بسیار بامزه است. خدا کنه که امروز هم مو رقم مزدار منده باشه و یک رقم این رقم پخته میشه، یک رقم دیگه بعضی ها رقم پخته میکنه هر منطقه مو رسم رواجی و یک رقم ما دیدیم مردم ها پخته میکنه و رنگش سفید میه. البته سمنک دزو استفاده نمیکنه، بوره استفاده میکنه اول چی بازو سفید میه، رقمی که آرد سفید اون رقم سفید میه، هیچ کدام تغییرات داشی نمیه، فقط بوره اضافه میکنه از خاطر مزهشی. و امروز مو دیگه از سمنک استفاده کردی بسیار هم تو به شکل وطنی شی بسیار هم تو خوشمزه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز خیلی 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 مزه دار آمده و یکی شما نمیتونید از این مستفید شوید دیگه چیکار کنم من؟ مقصد سرخه این یخ نمیشه از خاطر که نو از بلا توش داکده من کاچی که هسته مردم موگه یخه من چون که من از گرمی یخیش خبر ندارم، اما رقم شنیدم که موگه کاچی یخ هسته زیادتر مردم در بهار اون وقتا پخته میکنه. باز دیگه کسایی که تجربه داره خود اینچ مفهمه و شما دوستا که میگرید من از این کاچی کدام تجربه ندارم که در شما بگم که گرمه یخه. و اگر شما خواستین که یگان دفعه این کاچی که بسیار مزه‌دار خوشمزه است میتونید که در خانه های هم پخته کنید، این رقم کاچی با فامیل خیلی جای نوشی جان کنید. خب دیگه یالی برنامه از مو کم کم در آخر میرسد. تشکری میکنم از شما که تا این لحظه برنامه مرا همراهی کردید تا که این کاچی پخته شد. و شما دوستا اگر خوش دارید که باز هم ما امی رقم غذاهای محلی را در امی رقم تندرخانه محلی که خاطرات گذشته شما دوستا تازه شد، شما میتونید که چینل یوتیوب از ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظریات خود را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را در لاه پاک و بنیاز میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.